کجا بریم؟ من برای تفریح یا زندگی؟ تفریح گردن یا برای زندگی؟ خارج از کشور؟ برای تفریح فرق نمی‌کنه. همه جا. مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده با عنوان نتایج آمارگیری از گردشگران ملی. در این گزارش می‌بینیم که در سال 1400 فقط در حدود 30% خانواده‌های کشور حداقل یکی از اعضا سفر رفته و 70% بقیه، یعنی دست کم 56 میلیون ایرانی سفر نرفتند. عجیب‌تر این که در بین همان 30% هم فقط 42% سفرها اقامت شبانه داشتند و 58% بقیه بدون اقامت، یعنی کمتر از 24 ساعت طول کشیدند. نکته دیگری که در این گزارش دیده می‌شود این است که بخش اعظم سفرهای داخلی ایرانی‌ها با هدف دیدار دوستان و فامیل انجام شده و فقط 16% سفرها هدف گردش و تفریح داشته. احتمالاً به همین دلیل هم 76% خانواده‌هایی که در سال 1400 سفر رفتند در خانه دوستان و آشنایان مستقر شدند و هتل‌ها با سهم 2% کمترین سهم را داشتند. شهرهای مقصد هم جالب به نظر می‌رسند. شهرستان‌های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و رشت دارای بیشترین گردشگر بودند و عجیب این که شهر ساری در 5 تای آخر شهرهای مقصد سفر قرار داشته. گزارش مرکز آمار میزان تحصیلات سرپرستان خانوار را هم در ارتباط با سفر بررسی کرده و می‌بینیم که بین این دو ارتباط مستقیم وجود دارد. تعداد خانواده‌های سفر رفته بین کسانی که سرپرستشان دیپلم و پایین‌تر بودند 1/4 کل جمعیت این گروه است، در حالی که در خانواده‌هایی با سرپرست لیسانس این نسبت نزدیک به 1/3 است. جالب این که بهترین وضعیت را در این زمینه خانواده‌هایی دارند که سرپرستشان تحصیلات حوزوی دارد و می‌بینیم که کمی کمتر از 50% این خانواده‌ها در سال 1400 سفر رفتند. بین شغل سرپرست خانواده و میزان سفر رفتن خانواده ها هم ارتباط معنادار دیده می شود، به این صورت که خانواده هایی که سرپرستشان حقوق بگیر بخش عمومی هستند بیشترین سفر را نسبت به جمعیتشان داشتند و کمترین سفر نسبت به جمعیت مربوط به مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی بوده است. جالب این که بین مستأجر یا صاحب خانه بودن خانواده ها و تعداد سفرهایی که می روند هم ارتباط معنادار وجود دارد. خانواده هایی که مالک محل سکونتشان هستند به شکل محسوس بیشتر از خانواده‌های مستأجر سفر می‌کنند. بیشترین تعداد سفرها هم با وسیله نقلیه شخصی انجام شده، حالا یا وسیله نقلیه خود خانواده یا وسیله نقلیه شخصی دیگران. رتبه بعدی به سواری کرایه‌ای تعلق دارد و بعد از آن اتوبوس. جالب این که برخلاف بسیاری از کشورها سهم قطار به عنوان وسیله نقلیه سفری بسیار پایین است، حتی از هواپیما و مینیبوس هم کمتر. گزارش مرکز آمار به عمده هزینه‌های خانواده‌ها در سفر هم پرداخته. بر اساس این گزارش می‌بینیم که بیشترین هزینه برای خرید کالا و لوازم پرداخته شده. در توضیحات این بخش آمده که خرید سوغات یا یادگاری در همین زمینه لحاظ شدند. نکته دیگری که جالب به نظر می‌رسد این است که اگرچه سفرهای درمانی سهم خیلی بزرگی از کل سفرهای سال 1400 نداشته، اما هزینه‌های درمان دومین رتبه هزینه کرد را در سفرها داشته است. هزینه خورد و خوراک و وسیله نقلیه هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.